سلام به همه آبیا، اس یا تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه اخبار امروز رو یه بررسی کوچیک با همدیگه داشته باشیم، از تمرین نسبتاً جنجالی استقلال تا حکمی که برای اون پیرمرد پرهاشیه آفساید پلیسی اومده و یه ویدیو اختصاصی هم دارم برای آفساید پلیسی برای آخر ویدیو. به همه توصیه میکنم تا آخر ویدیو همراهم باشن، علل خصوص استقلالیا. روزنامه اولی که با هم بررسی میکنیم روزنامه خبر ورزشیه که بازم بزرگتر از دهنی صحبت کرده. نگاه کنین، میاد یه عکس میذاره از قهرمانی استقلال در آسیا با برادران بیانی و شروع میکنه میره با کسی که بر علیه تیم میخواد صحبت بکنه یه مصاحبه میذاره که یه مقدار تیمو به هم بریزه. دیگه تیرت به سنگ خورده، فعلا باید بدوی تا اینکه بتونی ما استقلالی ها رو توجهمون رو جلب کنیم. منم که دارم بهت میپردازم برای اینه که بشورم پهنت کنم. بیانی اشتباه بزرگ نکونام دست دادن به بهترین خط دفاعی لیگ بود. گنده تر از موسیمانه هم نمیتواند کاری بکنند. عجب، یعنی یه استقلالی اومده همچین حرفی زده. متاسفم براش که اسم خودشو میذاره استقلالی، حتی اگر پیشکسوتی باشه که این حرفو زده. یکی از مشکلات اصلی دفاع رضایان است. چرا هردانی رفت؟ اگه اینقدر نفهمیدی که خب دیگه معلومه فهم زیادی از فوتبال نداری آی بیانی. اگر شما این حرفو زده باشید به رفتن باشد همه باید از استقلال برون. شنیدم یک بازیکن 70 میلیارد بسته و نصف آن را هم گرفته. اگر شنیدی و تو پیشکسوت باشگاهی که میتونی بری بپرسی، اگرم صرفا به خاطر اینکه فراموش شده یا هیچ جا ازت صحبت نمیشه و به قولی هیچ کس هیچی حسابت نمیکنه، میخوای اینجوری بیای مطرح بشی، از این حرفا بزن به قولی تا آره. واقعا برای بعضی از پیشکسوت ها متاسفم، برای اینکه دیده بشن حاضرن هر کاری بکنن. جلوتر حالا به یکی دیگه پیشکسوت استقلالم میرسید. رفیق گفته با گندوز و مرشاد اسدی رفیقم هنوز زود از کلینشات شیت هایم را بشمرم، امیدوارم عاقل باشه و همجوری رفتار کنه. حاجیلو پیج های هواداری مربی تعیین میکنن، انگار بعضی از بازیکنان دوست داشتن استقلال ببازد. اینو باید فکر کنیم دیگه. های حاجیلو آدم حسابیه، یه مقداری حرفاش دقت بیشتری داره. پشت پرده عکس جنجالی دختران خاتون بم قنبری، مردم تحت تاثیر جو رسانه‌ای قرار نمیگیرن، که البته مردم قرار نمیگیرن ولی مسی که بعضیا قرار میگیرن که جلوتر بهش میرسیم. این آقای حسن روشن دوباره افاضات فرمودن و گفتن که مربی آفریقایی به درد استقلال نمیخوره، مگه آفریقا فوتبال داره و اینا. من نمیدونم کدوم مربی ایرانی خارج از ایران موفق بوده که دوست دارن در مورد همه چی نظر بدن. یعنی ناکنه های روشن فوتبالیست خوبی بوده ولی بعد از فوتبالش دقیقا در زمان مربیگری و اینا کاری کرده که میتونه نظر بده؟ واقعا برام سواله ها. یعنی این پیشکسوت هایی که به قولی دهن رو باز میکنن در مورد هر چیزی نظر میدن، چیزی هم بلدن که ارائه بدن حرف میزنن یا نه؟ من واقعا برام سواله. از پیشکسوتان استقلال اونایی که به عنوان مربی نتیجه گرفتن کیان؟ یکی امیر قلعه‌نویی، یکی شاه فرهاد مجیدیه. اگر این دوتا بخوان نظر بدن آدم حرفشون رو میپذیره، چون پیشکسوتیه که به عنوان مربی هم نتیجه گرفته. ولی اگر کسی نتیجه نگرفته دیگه حرفم نزنه دیگه. تو که آخه مربیگری بلد نیستی، فقط بلدی مثل یه ببخشید واقعا مثل این پیرمرد پیرزنایی که دیگه به سنی رسیدن که فقط میتونن قور بزنن. قور بزنی که نمیشه که، تا یه حدی آدم احترامتون رو حفظ میکنه، یه جایی به بعد زیاده روی میکنین دیگه احترام از بین میره. امیدوارم این پیشکسوتای استقلال یه روزی تموم شه. یعنی دیگه من ناامید شدم از اینکه بخوان سکوت کنن. امیدوارم کلا یه روزی تموم شن دیگه، راحت شیم از دستشون، بتونیم یه باشگاه مدرن داشته باشیم با بازیکنان بین‌المللی و مربی بین‌المللی. این خانومم خانم زهرا قنبریه که اتفاق عجیبی براش افتاده. ایشون به خاطر شادی گلی که انجام داده که میبینین این چیزی که رو سرش بوده افتاده، فعلا از بازی کردن تو لیگ ایران محروم شده. باور نکردنیه. یعنی شما انتظار داشتین طرف گل صعود تیم رو زده به جمع 8 تیم برتر آسیا، حواسش به این باشه که یه چیزی رو سرش هست یا نه؟ واقعا؟ یعنی واقعا مملکت الان کلن همه مشکلات حله، با همه چی اوکیه، فقط مشکلی بوده که ایشون خوشحالی کرده چرا رو سرش الان شالش نیست؟
واقعا متاسفم، یعنی از اون حکماییه که واقعا بعد در اون فدراسیون گل گرفت اگر همچین حکمی داده باشه و بخواد باش وایسه. بریم سراغ روزنامه استقلال جوان. بمان به جنگ و این تیم را بساز، مستر موسیمانه، We will support you seriously. امیدوارم این اتفاق بیفته، بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، به این استقلال از همیشه عاشق تریم. حالا برای پرسپولیسی‌ها یه سورپرایز خوب آخر ویدیو دارم، خیلی دارن کلکل میکنن و قدقد زیاد میکنن تو کانال منم، کامنت های ویدیوی قبلی و ویدیو قبلتر رو بریم ببینین، زیاد دارن دیگه قدقد میکنن. براشون اومدم یه ویدیو اختصاصی میخوام بگیرم که حسابی حالشو ببرن. این طرف نوشته بعضی بازیکنان فقط به درد پر کردن لیست میخورن، استقلال تیم معمولی نیست که در اون بازیکن معمولی بازی کند. کاملا موافقم. بدنسازی اونقدر ضعیف است که از اول نیمه دوم کم میآورن. دقیقاً همون ایرادی که من 3-4 هفته پیش گرفتم. علی جباری مشکلات دوران نکونام همچنان به تیم لطمه میزند. استقلال از دقیقه 1-90 تحت فشار بود. مجید رضایی آقایان بدانند برای چه تیمی بازی میکنن. و حالا یه سری حاشیه‌ام میگم بوده که من به اونا خیلی اهمیت نمیدم به خاطر اینکه واقعی نبوده. اما تو لیگ هشتم یه زمانی ما تیممون به مشکل میخوره و با امیر قلعه‌نویی تا رده 17 جدولم پایین میریم، ولی اون سال قهرمان میشیم. بریم یه بار عملکرد امیر قلعه‌نویی تو رختکن رو بشنویم و ببینیم چه جوری بوده، تا ببینیم چه مربی به درد استقلال میخوره که تو این شرایط بیاد تیمو از بحران خارج کنه. این قسمت رو با هم ببینیم. توپ معمولی رو گرفته و ورده بالا کاشته فلان فلان شده، میگه بهت نمیگه با یارت باش، خب تو چرسه میشینی در میانی همینه دیگه. دفاع ما این ستاشون کنیم چیره این ستاشون، یارو انقدر تو شده ستاره زمین 36 دفعه دیریبت کرده بابا، یک در مقابله یکی در چه برو، کل تیمشو اندازه یه قرارداد شما هاست، خجالت بکشید. دقیقاً کل تیمشون اندازه قرارداد یکی از شماست، خجالت بکشین. واقعا بازیکنه استقلال باید خجالت بکشن که از یه تیم مثل خیبر اینجوری باختن. واقعا میام باعث تأسفه که بعضی از بازیکنه استقلال نمیفهمن لباس چه تیمی رو بوشنن، فهم کنن همون تیمای قبلی که داشتن دارن تو اونا بازی میکنن، ولی نه از این خبرها نیست. به نظر من موسیمانه کارشو بلده. میگن تو تمرین اومدن اون بازیکنایی که ضعیف بودن و 3 تا نیم ساعت دور زمین دومدن و تمرین بیشتر طول کشیده و این آقا آقای موسیمانه چندین درخواست از باشگاه داشته. یکی این بوده که گفته آقا از آکادمی به من بعد بازیکن بدین و خودش هم میخواد بره بازی آکادمی رو ببینه و بازیکنای جوان با استعداد به تیم بزرگسالان اضافه بکنه. این یکی از کاراشه. بعد گفته تو اون فیفا دی هم قراره یه اردوی 4 روزه براش بذارن و از همه مهمتر یه کار بسیار بی‌نظیر کرده. تمام لیدرها و عکاس‌ها رو و خبرنگارا رو همه رو از تمرین تیم اخراج کرده. سر تمرین استقلال از این به بعد فقط بازیکن‌ها میتونن حضور داشته باشن و کادر فنی. این بهترین کاریه که میتونست به نظر من بکنه و نشون میده یه سرمربی حرفه‌ای اومده و من خودم به آینده استقلال با موسیمانه به شدت امیدوارم. متاسفانه سهمیه ایران تو سال آینده اعلام شد که کم شده و وضعیت لیگ ایران این شکلی خواهد بود که شده 1+1 و توی لیگ نخبگان. بنابراین تصمیمی که گرفتن اینجوریه که قهرمان لیگ برتر به صورت مستقیم به لیگ نخبگان میره، نایب قهرمان میره تو پلی‌آف که ببره به لیگ نخبگان میرسه، به وازه میره تو چمپیونز لیگ 2 و قهرمان جام حذفی میره تو سطح 2 بازی میکنه. از اونجایی که من به عنوان استقلالی اصلا امیدوار به قهرمانی و نایب قهرمانی تو امسال نیستم، ترجیح هم اینه که ما جام حذفی رو ببریم و سال آینده تو چمپیونز لیگ سطح 2 باشیم که میبینیم سطحش کاملا نسبت به لیگ نخبگان پایین‌تره و داریم میبینیم تراکتور درخشان توش بازی میکنه و من امیدوارم تراکتور امسال چمپیونز لیگ سطح 2 رو ببره، سال بعد هم ما استقلالیا بریم و ببریم. یعنی جوری باشه که اگر ایرانی رو تو چمپیونز لیگ سطح 2 راه میدن اون تیم بره و قهرمان بشه و حداقل تو سطح اول که نمیتونیم قهرمان شیم تو سطح دوم بتونیم این کارو انجام بدیم. اما میرسیم به حکم پیرمرد پرهاشیه راننده علی پروین که 3 سال مدیر عامل آفساید پلیسه.
این آدم بی تربیت که اومد تو اون مصاحبه که داشت با فوتبال برتر اون توهینای نژاد پرستانه رو نسبت به مدیرعامل ما داشته اومد لهجه قومی رو کاملا مسخره کرد، یه سری حکم بهش دادن که به نظر من کاملا لایقشه. من موندم این پیرمرد مفلس قراره این پولا رو از کجا بیاره بده؟ هی دارن جریمهش میکنن. بابا این پیرمرد پول نداره، دوباره باید گدایی کنه از علی پروین. نکن این تفلک ها، این پیرمرد یه پاش لب گوره، ولی متاسفانه هنوز مدیرعامل یه باشگاه بزرگه. در خصوص کیبرخواست صادره دیوان تحقیقات بر علیه آقای رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دایر بر نشر عکاسی و افترا و به کار بردن الفاظ نژادپرستانه و تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه موضوع شکایت باشگاه استقلال تهران و سپاهان اصفهان و هیئت فوتبال استان گیلان با توجه به استدلالات موجه کیفرخواست صادره و لزوم رعایت الزامات حقوقی و قومیتی در مصاحبه و پرهیز از بیان الفاظ نژادپرستانه یا تمسخر لهجه قومیت یا فرد معین یا نفرت پراکنی، لذا تخلف وی محرز و مستند به مواد فلان و فلان که حالا از این حرف و اینا نام برده به مبلغ 20 میلیارد ریال، 2 میلیارد تومان دیگه این پیرمرده باید بره پول بده. جریمه نقدی جهت توسعه فوتبال در رده های فوتبال پایه هیئت فوتبال استان گیلان. دمشون گرم. یعنی یه حکم دادن با دست، با پشت دست، با کف دست، با کف گرگی، با لگد زدن تو دهن این پیرمرد پرهاشیه که دیگه لهجه گیلانی رو مسخره نکنه مردک دلغک. و بهش گفتن که بعد بری این پول اونجا چیز بکنی، هزینه بکنی، همچنین 6 ماه محرومیت تعلیقی تا 1 سال از هر نوع فعالیت مرتبط با فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم می‌گیرد. رأی صادر ظرف 1 هفته از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف میباشد. دمشون گرم. حکم به نظر من حکم بسیار بسیار عادلانه. گفتم بعضی از آدما رو که حالا مثلا حسین اتوبوسی رو دیدین، بعد بهشون یه افسار ببندن که بتونن بکشنش، بعضی هم پوزه بند لازم دارن. آدمی که نمیتونه حرف بزنه تو تلویزیون مملکت میشینه به لهجه قوم ایرانی اینجوری توهین میکنه، باید جوری نقره داغش کنن که دیگه حرف زدن یادش بره. مردک فکر کرده همه جا چاله میدونه، نه که راننده تاکسی بوده اونم اون طرف. فکر آخه ببین، آخه علی پروین و همه شخصیت و حرف زدن علی پروین رو میشناسن، فکر کنی راننده اون بوده دیگه چه انتظاری ازش داریم؟ همینقدر بی سوادمو دمرو بخوابن و اینا میشه. تاشم بعد این محرومیت ها رو پشت سر هم بگذرونه تا ببینیم بالاخره تکلیفش چی میشه. همینجوری حکم بدن فکر کنم تا آخر سال کلا محرومه، کل باشگاه هم بعد بفروشن بدهیای درویشو بدن. اما یه کار جالب کردن آفساید پلیسیا که به نظر من خیلی جذابه. دقت کردی اینا میگن که سعی کنین از بهونه هاتون بزرگتر باشید و فلان و از این حرفا. اومدن الان یه کارزار را انداختن، درخواست عدم فعالیت جواد خیابانی در امر گزارشگری، و یه کارزار را انداختن مثل که تا الان 5000 امضای الکترونیکی هم جمع کردن که خیابانی بازی آفساید پلیس رو گزارش نکنه. عقلتون کجاست؟ مگه به گزارش گزارشگر؟ اصلا مگه گزارشگر تو ورزشگاه است؟ اصلا مگه صداش به اونا میرسه؟ چی میگین آخه شما؟ دیدم اون بچه خوشگلم که یه بار تو کانال مسخرش کرده بودیم، اونم اومده بود یه چیز پر کرده بود که نه ربطی به این نداره که نتیجه به شما ربط داره یا نه، این رو اعصاب ما میره اینا. برو بابا بچه خوشگل، فکر کرده مثلا فوتبال چیزی هم حالیش میشه؟ دیدینم رژ لب میزنه میاد سر ضبط کردن. آره دیگه، بالاخره شیسو دارن، محمد نصرتی رو دارن، علی پور رو دارن، فرشاد تیتاب دارن، این بچه خوشگل رسانه‌ای رام دارن. حالا بعد ببینیم در ادامه چه اتفاقی براشون میفته. شاید یه خیابانی رو برای بازی آفساید پلیس نذارن. اما اون آیتمی که آماده کرده بودم مخصوص خود آفساید پلیسیا که الان دارن کلی برای ما کری میخونن، میان کامنت میذارن و مثلا دارن به ما متلک میندازن. شماها اصالت ندارین، 10 سال طرفدار یه تیمی شدین که با لابی و اسنپ و بابا مسعود و اینا تونسته جام جمع بکنه، الگی دارین برای ما شاخ بازی در میارین، اشکالی نداره، ولی میخوام اصالتتون رو بهتون نشون بدم. این ویدیو اصالت پرسپولیس رو نشون میده. بازی خونات دامار کنن، زبان دامار کنن، زبان دامار، یعنی گوه خوردیم شدیم پرسپولیسی. اما دقت کردین گفت گوه خوردیم شدیم پرسپولیسی. ادامش تیم باخت پلیس دیگه قرار شد اصلا پرسپولیس رو نامش حتما باخت پلیسه. باخت پلیس دیگه، اسمتون هم که باخت پلیس بوده. خب سی ازت مثلا همون سال گذاشتن که تیترش همین بود سجده بقا،
آره من راجب اون اصلا آسیه خیلی نشد. آره من گفتن که پرسپولیس دیگه بعد از اون بازی سقوط نمیکنه. یعنی اگر قرار بود یه اندک شانسی داشته باشه همین سوجده هم هست سقوط نمیکنه. آره دیگه کارتون از سجده بقا رسیده برای کری خوندن برای استقلال تاج آسیا. بریم بابا بریم بچه سالا بریم تیمتون بزنیم یه افتخار آسیایی به دست بیاره، اونم حالا با مربی که کلن بردن تو مسابقات بین المللی رو بلد نیست. بعدن بیاین بر ما قدقد کنین. اینجا استقلال تاج آسیاست، شما